آب و آتش، سه عنصری که سازنده هنری به نام هنر کاشی و سفال است. این هنر قدمتش به 7000 سال پیش برمیگردد. هنری که عجین است، با هنرهای سفالسازی، میناکاری، نقش برجسته، طراحی، سرامیک و ریختگری. سه هزار سال یه قطعه کاشی از زیر خاک پیدا میشه، گویای فرهنگ آدمای 2000 سال پیش هست. ما هم یه جوری کار کنیم که اگر 5000 سال دیگه دیگران دیدن، به فرهنگ امروز مردممون پی ببرن. احمد کبیری 60 زمستان از زندگیش میگذرد و حالا نزدیک به 50 سال است که با فوت و فن کاشی‌پزی آشناست و هنرمند پیشکسوت این هنر است. مجموعی از این کردارهای گذشته رو جمع کردم در یک طرحی به نام کاشی برجسته هفرنگی و کاشی برجسته مینا. این شکل از هنر کاشی رو فقط این استاد قمی در کشور انجام میدهد. خش در این هنر دوبار در کوره 950 درجه میپزد و تبدیل به این اثری میشود که میتواند چشم هر بیننده‌ای را بنوازد. سالیانه 10000 متر مربع کاشی تولید میشه. خاک رس مصرف نمی کنیم. نوع لعابش، درجه پختش و شکل کاشیش برای جای مختلف کشور تولید میکنه. این هنر صنعت در تزیینات مساجد، مقابر امامزادگان و حسینیه ها خودنمایی میکند. اما چرا امروز این هنر کم فروغ است؟ پدر من شغل رو به من تحویل داد با 300 تا همکار. امروز من میخوام تحویل اولادم بدم برم، میخوام با 5 تا همکار تحویلش بدم. مقصر این امر کیه؟ هنرمندا بعد از مسئولی. قشر جوونمون تمایل نداره بیاد لباس کار من رو بپوشه. تنها رمز ماندگاری کیمیای خاک برای نسل آینده رواج و رونق این هنر است. هنری که از اصالت و فرهنگ ایرانی حرف می‌زند.